با سلام درود احترام خدمت هموطنان در جای جای ایران و دنیا. قبل از یک کلیپ رو شروع کنم که توش خبر تمام مهمی هست، برای من سوال زیاد اومده، همه رقم صحبت شده، تشکر کردن و خیلی مسائلی که بعد یک کلیپ صحبت خواهم کرد. از دوستان و عزیزان و همراهان خواهش می‌کنم اگه سوالی دارن در این رابطه با پیمان نوین شاهزاده عزیزمون که یک خون جدید توی رگ مردم ایران در سراسر دنیا و ایران به قول معروف جاری شده، سوالی دارم بفرستن، چون میخوام جمع بندی کنم. اونها بقیه کتاب اومده، خیلی سوال اومده، 20 هزار تا سوال اومده و اکثرش هم مشابه هست. اینه که سوال دیگه چیز جدیدی هست بفرستید واسه من و اون چیز نظر بفرستید و با دستبندی میکنم اینها رو و بعد از تو اونها سوالایی در میارم و خودم از خودم سوال شما رو میپرسم از طرف شما و خودم جواب میدم. تا شب این کار انجام بدید. الان ساعت اینجا حدود 1:05 بعد از ظهر هست در استانبول و خدمت 1:30 به وقت ایرانی 35 دقیقه. تا 8-9 شب 10 شب بفرستید ممنون میشم، چه واتساپ چه تلگرام و همین. خدمت شما هستم که یک کلیپ گذاشتم، کلیپ مختلط هست. سردار باقری تو اونجا صحبت هایی رو میکنه، یعنی واقعا اوج فاجعه است. میگه که قطعنامه سال 1598 که امام جام زر سر نوشیدن چطوری شد؟ گفت قطعنامه ما رو موقع نبود، ما سال 60-64 در جبهه شکست خورده بودیم. ما از اون زمان تا اون موقع چون امام میگفتن جنگ جنگ تا پیروزی ادامه دادیم، بعد اونجا به یه جایی رسیدیم که بن‌بست بود، مجبور شدن بپذیریم. این کلیپ میفرستم حتما ببینید، تو یوتیوب گذاشتم، تا فردا هم توی تلگرام و واتساپ پخش میکنم. یعنی به خانواده شهدا بدید. یعنی 3-4 سال بچه های مردم به کشتن دادن، معلول کردن، مجروح کردن، اسیر کردند. کلیپ خوبی، آمار خیلی خوب توش داره. اما اتفاقی که امروز خبرش من رسیده افتاده، درگیری شدید یعنی فوق شدید بین رئیسی و اصولگراها با خامنه ای. و عجیبه که خامنه‌ای دفعه از اصلاح طلبها دفاع میکنه. البته اون دفاع از چیز دیگه میکنه، ولی الان من خدمتتون عرض میکنم. اینها یادتون باشه یه سالی هست که مطرح میکنن که باید از روحانی عبور کنیم، باید روحانی رو بذاریمش کنار، روحانی کشور به گند کشه، روحانی اینجوری کرده اینجوری کرده، با اینکه روحانی عددی نیست، اصلا کاری نیست تو مملکت. اما تخریب رو اونها میکنن، دزدی رو اونها میکنن، بودجه ها رو اونها برابر میکنن که روحانی نتونه کار انجام بده، چون فقط فکر منافع خودشونه. مثلا مردم و کشور همش حرف مفته، چون بلد نیستن، اصلا فکر نمیتونن بکنن، چون اجنبی هستند. خامنه‌ای هم سفت وایساده. 2-3 ماه قبل هم بود که خامنه‌ای برداشت گفتش که اصلا فراموش کنه روحانی با تا آخر حکومتش بمونه. بعد رئیسی خلاصه دور برمی‌داره یه خورده، بعد خامنه‌ای میگه بشین سر جات حرف نزن. سال 96 هم تو این پیشنهاد دادی که ما بیایم علیه روحانی شعار بدیم و میگه مرگ بر گرونی، که روحانی رو مجبور استعفا کنیم. شما کردی و اون اتفاقات در کشور افتاد و اون موج حرکت کرد و به جای رسید که الان دیگه نمیتونیم جمعش کنیم. البته آقای خامنه‌ای اینجا بگم چه اون میکرد چه نمیکرد، اتفاق میافتاد به هر نحوه دیگه. الان که زمو میخوان اعدامش بکنن و زمو بردن مطرح دارن که آقا اعدام کنش، هم عددی نیست، واقعا عددی نیست. یه آدم خیلی سالم و ساده صادق اما خیلی زود باور و متوهم دنبال پست و مقام. خب یه اتفاق شد، حالا زمو چرا میخوان اعدام بکنن؟ جریان اون آقایی بود توی شمال، اون اسمش یادم رفته، اعدامش کردن به خاطر اینکه زنجانی رو بترسونن. خیلی حرف ها، نه اون برای شما کار میکرد، اون به خاوری حق حساب داد، به این حق حساب داد که مثلا تحریما رو دور بزنه، خیلی حرفای دیگه، ولی شما آمدید اعدامش کردید. حالا هم میخواید زم رو اعدام کنید، یک اتهام چسبونید به زم که اصلا زم توش هیچ کاره بود و حماقت کرد، گفت من توی قضیه بودم و اونم جریان دی ماه 96 بود. به زم چسبوندن که محرک اون قضیه زم بود، با اینکه زم اصلا نبود، زم مخالف یه قصه بود و اون همه میدونن. داردسته حسینی هم میگن، من میگن که اون یک اتفاق، یک مرتبطی که شماها کردید، راست میگه. من 1 در 1000 باورم نمیشد که این اتفاق بیفته با جمع شدن 2300 نفر بچهای خودمون اونجا و اون شعار رو بخوام بده و اتفاق در سطح کشور بیفته و اعدامش هم الان هست که دیگه آخرای کارشون. یه مشتواری بود، من آقا هم که راستم جست نمیخوام بگیرم، ما واقعیت داریم میگیم.
خدمت شما عرض کنم که گفت گندم تو زدید و خرابکاریم شما کردید، پیشنهادتون من پذیرفتم، در مشهد 800 نفر ببرید تو یک میدونی اونجا هست تو شهرداری، و دیدیم که من اومدم و کنترل کار دستون خارج شد، جوری شد که اصلا گیت شده بودی خودتون و به تمام کشور سرایت کرد و نظام از طبقه 100 اومد به طبقه 10 12 رسیده آخر کارشه. بعد خلاصه چی؟ بعد دیگه اون اصولگرای دیگه میان آقا فلان و بیسار و بغداد خیلی بچه سپاه کاملا سه دسته شده. یه دستی که اصلا کار دیگه بینا نداره، چون دیگه ماهیت اینا مشخص شده، مسائل دیگه مشخص شده و اینا یک حقوقی هستن، حتی لباس هم ترشون نمیده، اکثریت اینا هستن. یه گروه هستن اصلاح طلبن، یه گروه هستن اصولگرا هستن. جالبه که خامنه ای به سپاهی اصلاح طلب حقوق گفته بدین، به اینا دیگه گفته ندید. و یک بلبشه است بیت رهبری، یک بلبشه عجیب غریب، و ولی دار دسته رئیسی و اینها دستبردار نیستن و مرتب عبور از روحانی رو میگن. حالا جالب‌تر از همینه که روحانی عشق میکنه با این حرف، چون دیگه نمیتونه دیگه ارزه نده بگه آقا منو گوشه کنار، بگم من اوف یک کلید میوردم این هوا، و از اون دروغایی که همیشه داشت میگفت اصلا با دروغ تا آخر دنیا رو نمیشه برای آقای روحانی، ولی الان این کارم نمیاد اتفاق نمیفته. حالا خامنه چی شده اینا و کار، ولی در هر صورت همتون با هم یک جا ثابتید. این پیمان نویل شازده که تیر خلاصی به جیگرتون زنه که شما تو کما هستید، خود نیست. در از یه دوستان این اتفاقی که افتاد الان افتاد توی کشور و اینها، بازم در دسته رئیسی و تونروها و اینا که حساب اصولگره اینا هنوز حرف میزنن که باید روحانی از روحان عبور کنیم، مجلس هم خیلی هاشون همینی میگن، ولی خامنه ای اون وایس سفت و میگه که نه، هر چی بشود به نفع مردم ایران و کشور ایران است. شماها دیگه تاریخ مصرفتون تموم شده، شماها دیگه حرفتون خریدار نداره، شما دیگه مشروعیت ندارید. این دوره دوم انتخابات دوست اصلا فهمید انتخابات برگزار شده مجلس؟ هیچ که نفهمید، فقط تمام فک فامیل خود طرف اومد. و بعد یه آخوندم دید تو اصفهان وقتی رأی آورد چی پرید بغل رفیقش با هم دیگه بغل کردن، دیگه اینها به قول معروف آخر کارتون، خودتون بهتر از من اصلا ما هم نگیم خودتون میده آخر کارتونه، ولی یه خود باورش براتون مشکله. این احمدی نژاد 3-4 روز آخر ریاست جمهوریش باور نمی‌کرد اسم رو کنار که هم چوری به چاپیدن پول بردن این برابر کردن، اون هم خلاصه یه جوری. الان هم که آقا 56 میلیون دلار رهبر داده، غلط کرده رهبر با تو، یه چیزی بگید که بشه رو کاغذ از حرفا می‌نویسید آقا بردن خوردن، ولی همین ما واکسن نیوردیم جمع کنید، شما 56 دلار هم ندارید. یا آقای من گفتم که آمریکا سفارت اداره میبره اربیل اینجوری، آقای محمدی آمریکا برای شندرغاز مونده، برای یه سنتش هم مونده. چرا نمیخواید باور کنید؟ چرا نمیخواید باور کنید که اینها هم به ذلت و خفت افتادن، به گدایی افتادن؟ آقا کسی که از تو دزدی کرده، از کشور دزدی کرده، 40 سال برده و خورده، یا آبم روش، آخر کارش هم اینجا هست، پس این آدم با شرفی نیست، یک کشور با شرفی نیست. تو چرا از این دفاع میکنی؟ من موندم، واقعا موندم. از چی آمریکا دفاع میکنید؟ آمریکا کی به ایران خدمت کرده؟ بگذاریم. در نهایت این اتفاقی توی دفتر رهبری افتاده و همزم ادامه دارم با شما صحبت میکنم، با دارسه حسینی هم زنگ زدم، من گفتم من خبرش به گوشم رسیده. این تبعات خیلی خوب واسه مردم داره، هر چی باشه به نفع مردم هست. این یک کلیپی من میذارم گفتم تو یوتیوب الان و بعد خواهم گذاشت. یه آقایم که میگه اگه جنگ نبود ما ثابت شده بود، روز توکمت افتاده بود و خیلی مسائل دیگه. و بورس راجبتون، بورس هم که همین روز هاست که دیگه چیز دیگه نمونده که مردم اون بورسیا بیان تو خیابون، الان از خجالتشون نمیان. آقای بورس بازا، آقای اینی که فکر کردید این دریا دوغ میشه برای شماها، من هزاران بار گفتم، صدها بار گفتم، من از 1999 گفتم، ولی گوشتم خیلی گوش نکرده رفتم و با کلاهبرداری این حکومت ما تمام بورس کلاهبرداری رو قمار داره میکنه. در مالزی حدود 34 کیلومتری یا 70 کیلومتری فکر کنم کوالالامپور یک منطقه است به نام گنتینگ، قمارخونه است، اونجا چند تا قمارخونه اونجا هست، سه کلاس قمارخونه داره A B C که یکیش تا سقف مثلا 50,000 رینگت یکی یا دلار، یکی سقف 500,000 که سقف با 1 میلیون با بالاست. وقت اونجا کار قشنگی کردن، البته قشنگی اصلا کارش همش مردوده، ولی کار جالبی کردن اونجا. زمانی که من مالزی بودم 12,000 تا اتاق داشت هتلاش، ولی الان شنیدم به 30,000 تا رسیده هتل ساخته اونجا. همه اینا رو یه کارگر چینی کرده.
یک شهر همه چی توش درست کرده و جالبه که وارد اینجا میشید یک کارت بهتون میدن، میرید میگیرید یک کارت، میگید هر چقدر تو اون فضا باشید بمانید این کارت از نظر مالی شارژ میشه که حتی بتونید شما بخورید، چایی بخورید، غذا باش بخورید، هر چی بیشتر بمونید، برخلاف کسبه ما که میسن خلاصه بودن شما در اینجا مزاحم کسب ماست، اونا میگن نه رونق کسب ماست، شما اینجا بمونید هر چی بیشتر بمونید. بگذاریم در گنتینگ آقایون بورس بازار و آقایونی که الان به اینجا رسیدید بالای 500 هزار دلار کسی اونجا قمار کنه و ببازه و هیچی نداشته برای برگشت بکنه، یه اتاق مادام رو اون بهش میدن تا زمانی که زنده است، صبح نهار شامش هم میدن، همونجا میمونه و زندگی تو بمیره، لاغر اتاق بهتون بدن. شما میلیاردها میلیارد دلار از مملکت به باد دادید، چه کردید با این مملکت برای یک منافع کوتاه مدتتون؟ شرم بر شما باشه، از دوزها دوزترید، میدونید که این به جا نمیرسه، اما سرمه مرکز این رفت به اونجایی که باید بره، اما تو اونم به جای نمیرسن. یک رقمش 131 میلیارد دلار، 131 میلیارد دلار، یه رقم نوشته که پودر شد به قول معروف. حالا بقیش هم برید تا خودتون باش پود بچین، چون کسی که اینجوری طمع میکنه حقش نابودی و زیر پا دست پای مردم له شده و گدایی کردنه. آخر کارتون گدایی است، آخر کارتون تو زندان هاست، آخر کارتون توی کشور کشورت همماری کردنه، چون آخر کارت در نظر نمیگیرید، نگرفتید، طمع کردید. البته من بهتون بگم اکثریت شماها کسی بودی از راتک دولت ها تا استفاده کرده بودید، حالا باید وقت حساب پس دادنه، خیلی حساب بدی هم هست. بله خدمت شما عرض کنم که دیگه مسئله دیگه دارم که با توجه به پیام پیمان شاهزاده عزیزمون آرزوی خیلی ها به باد رفت. من وقتی سوال را جواب بدم، اگر وقتی بود که بعید من باشه صحبت خواهم کرد. این یک مصاحبه هم دیروز داشتم با یکی از این چیزها و یه آقای رو من گذاشتن که من نمیشناختمش و بعد چند نفر به مصاحبه اومدن گفتم مصاحبه نمی کنم، ولی این آقایی که با مصاحبه کردم با شخصیت و سانسور نمیکنه خوشبختانه، ولی به آقایی که گذاشتن اونجا خلاصه توهم خودش بود و خیلی متاثر و متاسف شدم. از آخر کار با آقایم گفتم چرا اینا رو میذاری برو من آخه این من وقتش چیزی نکردم، من خواستم میتونستم بهش بگم که چهار نفر بیان میشن با شازم مصاحبه تو یکیشو معرفی کن، یکیشو نمیخواد چهار تاش معرفی کنه، حرف مفت میزنن، هنوز تو هم عالم خودشون هستن، تو گوش گاو خوابیدن و فکر می‌کنن که اینجور نیست. آقای عزیز تو از شما از کشور خبر نداری، چون خارج کشور نشستید و با خودتون حساب می‌کنید، حساب کوره است از این حرفا. و میتونستم چند تا چیز دیگه بهش بگم ولی نگفتم، به احترام مجری برام نگفتم بهش که خلاصه حرف مفت زد. چند دوره شما ملی مذهبی ها یا به قول من جبهه ملی سر کار اومدید، چه کردید به این مملکت؟ قجری ها خجالت بکشید، شرم کنید، یه اسم رو خودتون لاغر بردارید، پوست بندازید. راجع ارمنستان حتما صحبت خواهم کرد ولی همین خلاصهش بدونیم که ارمنستان و جریان آذربایجان یک مسئله انحرافی است برای افکار عمومی مردم رو دنیا رو منحرف کنند، ولی دیگه اینها جواب نمیده، ولی بازم صحبت خواهم کرد که اصلا قضیه چی هست. البته اگه وقت کنم نمیدونم چی به چی هست چی به چی نیست. راجع به ارتش حتما صحبت خواهم کرد و چند کلیپ دیگه بهتون بدهکارم و چشم ترتیب میکنم. خیلی روزای خوبی، ساعت خوبی است، باورم نمیشه به این سرعت به اینجا رسیدیم، چون این حکومت 700-800 سال براش کار کرده بودند و الان داره بزودی زود ساقط میشه. خبر خیلی خیلی خوبی تو راست، ولی خب دیگه حالا خودتون میبینید بزودی. من راجع به پیمان نوین 16 حتما صحبت خواهم، یک کلیپ مختص خواهم گذاشت. ایام بکام روزگار خوش.